سلام میکنم به تک تک شما دوستان گرامی، عزیزان شعر دوست و ادب دوست. از شعر و زندگانی با شما هستم با یک حکایت بسیار زیبا و آموزنده‌ای از منطقه طیر عطار. حکایت درویشی رو میشنویم که عاشق دختر پادشاهی میشه و این دختر پادشاه هم بسیار بسیار زیباست. این حکایت زیبا رو از زبان عطار میشنویم. حکایت درویشی که عاشق دختر پادشاه شد. شهریاری دختری چون ماه داشت، عالمی پر عاشق و گمراه داشت. همه دیوانه این دختر بودن، شیفته این دختر بودن. فتنه را بیداری پیوست بود، زان که چشم نیم خوابش مست بود. تمام اون فتنه ها از اون چشم خمارش بلند می شد. عارض از کافور و زلف از مشک داشت. عارض چهره، رخسار، رخسارش مثل کافور سپید بود. عارض از کافور و زلف از مشک داشت، لعل سیراب از لبش لب خشک داشت. گر جمالش ذره‌ای پیدا شدی، عقل از لایعقلی رسوا شدی. گر شکر طعم لبش بشناختی، از خجل بفسردی و بگداختی. از قضا می رفت درویشی اسیر، در راهی که درویشی از اونجا می گذشت یا به دست سربازان احتمالاً اسیر بود. از قضا می رفت درویشی اسیر، چشم افتادش بران ماه منیر. چشمش به این دختر پادشاه می افته. گردنانی داشت در دستان گدا، یک نانی هم در دستش بود. نان او آن مانده بود بر نان، و نانی که به درد نمی خورد یا نانی که مانده بود، نانی که از در نانوایی گرفته بود، اون نان احتمالا نان چند روز پیش، چند روز قبل مونده بود. اون نان هم در دستش بود. چشم او چون بر رخ آن مه فتاد، گرده از دستش شد و در ره فتاد. تا چشمش به این دختر میفته، اون کنان از دستش میفته. دختر از پیشش چو آتش برگذشت، خوش درو خندید خوش خش برگذشت. یک لبخندی هم میزنه یا خنده‌ای هم میکنه این دختر. آن گدا پس خنده او چون بدید، خیش را بر خاک غرق خون بدید. وقتی که میبینه این دختر پادشاه بهش لبخند میزنه، دیوانه این دختر میشه. نیم نان داشتان گدا و نیم جان، زان دو نیمه پاک شد در یک زمان. هم نانش از دست رفت، هم جانش از دست رفت. نه قرارش بود شب نه روز، هم دم نزد از گریه و از سوز. هم یاد کردی خنده آن شهریار، گریه افتادی بر او چون ابر زار. هفت سال القصه بس آشفته بود، هفت سالی از این ماجرا هم گذشت. با سگان کوی دختر خفته بود. می اومد در خونه این دختر پادشاه، اونجا می خوابید یا کارتون خواب در خانه پادشاه شده بود. خادمان دختر و خدمتگران، جمله گشتنده عجب واقف بران. همه دیگه مطلع شده بودن. عزم کردند آن جفاکاران به جمع، تا ببرند آن گدا را سر چو شمع. همه تصمیم گرفتن تا سر این گدا رو از تنش جدا کنن یا گدا رو بکشن. در نهان دختر گدا را خواند و گفت، چون تویی را چون منی کی بود جفت. در پنهانی یک روزی دختر این گدا رو میطلبه یا صداش میزنه، بیا اینجا. بهش میگه که من و تو اصلا با هم جور در نمیاییم، نمیشه من و تو با هم ازدواج کنیم. قصد تو دارن بگریز و برو، بر درم منشین و برخیز و برو. میخوان تو رو بکشن. گفت بلنشو برو. آن گدا گفتا که من آن روز دست، شستم از جان
که گشتم از تو مست. صد هزاران جان چون من بیقرار، باد بر روی تو هر ساعت نثار. چون مرا خواهند کشتن ناسواب، ناسواب بیدلیل، یک سوالم را به لطفی ده جواب. یا اگر میخوان منو به ناحق بکشن، یک سوال دارم ازت، گفت این سوال منو جواب بده خواهشان. چون مرا سر می بریدی رایگان، از چه خندیدی تو در من آن زمان؟ گفت چرا اون روز 7 سال پیش لبخند زدی؟ گفت چون می دیدمت ای بی هنر، بر تو می خندیدمان ای بی خبر. بر سر و ریش تو خندیدن رواست، لیک در روی تو خندیدن خطاست. این بگفت و رفت از پیشش چو دود، هرچه بود اصلا همه آن هیچ بود. بله، اون خنده تا خنده داره، اون خنده دختر پادشاه از نوع اون خنده هایی که عاشقانه باشه یا خنده هایی که علامت بده، از اون خنده ها نبود، به حال روز اون درویش میخندید. این حکایت زیبا رو ما به پایان رساندیم. تا حکایت های بعدی و اشعار بعدی، همه شما دوستان عزیز رو به خدا می سپارم.